ارتش سوریه تایید کرده که روسیه درخواست مهلت برقراری آرامش و تخفیف حالت جنگی در این کشور را 48 ساعت دیگر تمدید کرده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها در جریان بمباران‌ها در شهر حلب در شمال سوریه تاکنون 250 نفر در 11 روز گذشته کشته شدند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. شهر حلب پس از حملات هوایی سنگین و طولانی یک شنبه شب، روز دوشنبه پس از تنفسی کوتاه، بار دیگر شاهد حملات موشکی شورشیان مخالف دولت به بخش‌های تحت کنترل نیروهای دولتی بود، در حالی که همزمان هلیکوپترهای ارتش سوریه با بمب‌های خوشه‌ای به مواضع مخالفان در بخش‌های دیگر شهر حمله کردند. علاوه بر این حمله‌ها، به گزارش کمیته‌های هماهنگی محلی، در اثر انفجار یک اتومبیل حامل بمب در یکی از محله‌های تحت کنترل مخالفان دولت در حلب، یک وکیل و چند نفر زخمی شدند. گفته می‌شود هدف این بمب‌گذاری شورای قضایی اسلامی شهر بوده است. به گفته یک نهاد موسوم به دفاع مدنی سوریه معروف به کلاه سفیدها که عملیات امدادرسانی در محله های تحت کنترل نیروهای مخالف دولت در حلب را بر عهده دارد، با وجودی که حلب روز یک شنبه و دوشنبه در مجموع آرامتر از همیشه بود، اما در درگیری های امروز چندین غیر نظامی کشته و مجروح شدند. تلفات سنگین 11 روز گذشته در حلب ایالات متحده و کشورهای دیگر را بران داشته تا بیدرنگ به دنبال راهی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و اجرای یک توافق آتش‌بس فراگیر و با دوام باشند. بنابر گزارش ناظران، در این مدت تا کنون بیش از 250 نفر در حلب کشته شدند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.